آیا فکر می‌کنید بدون فرستادن نیرو میتونن هیچ گونه رفراندومی در ایران انجام بدن؟ 100% به نظر من میشه، حتما نباید یک انقلاب با جنگ و خون باشه. حالا شاید این خواسته من خیلی از حقیقت دور باشه، ولی حتما نباید به ایران حمله کنم. من خودم شخصا به عنوان ایرانی هیچ دوست ندارم هیچ نیروی خارجی به مملکت من حمله کنه، چون چه بخوایم چه نخوایم توی جنگ کشته ما زیاد خواهیم داد. مسئله که توی عراق و افغانستان و جای دیگه پیش اومده من دوست ندارم برای مملکت من پیش بیاد. چیزی که میخوام بگم حتما نباید آمریکا نیروی ارتشی ایران بفرسته. همینی که با از چی میگم به قول معروف از راه‌های سیاسی صحبت کردن، سیاست استفاده کنن، تحریم اقتصادی بکنن، کاری بکنن که دولت ایران مجبور بشه که به خواسته مردمش گوش بده و شاید یه چنجی تو ایران بشه. سوال آخرم از شما این هستش که شما به عنوان یک شخص ایندیویدوال که در خارج از ایران زندگی میکنید چه نقش مفید و موثری با حضورتون در اینجا دارید؟ خب به نظر من ایرانیایی که در خارج هستن ما کمتر کاری که میتونیم بکنیم اینه که توی این گرده همایی جمع بشیم. هرچی ما بیشتر جمع بشیم خارجی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها ببینن که ما ایرانی های خارج از کشورم هم عقیده و هم نظر با مردم ایرانی، این نشون میده که واقعا ایران آماده برای یک تغییر بزرگه. و فقط هم این نباید باشه که ما بیایم اینجا فقط توی خیابون باشیم. هر کسی شغلش هرچی هرچی داره میخونه، کسایی که وکیل هستن لا خوندن، اگر هیچ کلمه فارسیش نمیدونم اینفلوئنسی توی مجلس سنا دارن میتونن ایرانی ها رو بهتر رپرزنت بکنن. فقط نیستش که ما بیایم اینجا، باید بیشتر از اینها ما ایرانی خارج از کشور باید بیشتر فعال باشیم، ولی حضور ما تو گرده همایی خیلی مهمه. خانم چه نوع حمایتی رو از سازمان ملل انتظار دارید در ارتباط با اتفاقاتی که افتاده و همچنین در مورد زندانیان سیاسی که الان در زندان ها هست؟ به هر حال تلاشی که فعلا سازمان ملل انجام داده به نظر من اصلا کافی نبوده و باید خیلی بیشتر از این ملت ایران رو حمایت میکردن. این همه کشتار، این همه جنایت، به هر حال باید یک منبعی باشه که به این جنایت بررسی کنه، این موضوعات رو بررسی کنه و رسیدگی کنه. من یه مسیج داشتم برای خانم شهره آقا داشلو که خیلی باعث تأسفه که این خانومی که خودشو خیلی ایرانی صفت میدونه تو فاکس نیوز با اورایلی مصاحبه کرده بود، یک ریزه پشتیبانی از مردم ایران نکرد. نه تنها نکرد، حتی وقتی ازش سوال شد که شما فکر میکنین اوباما چه کار کنه، برگشت گفت که من فکر میکنم به هیچ عنوان امریکا نباید دخالتی داشته باشه تو این اینهیومانیتی که الان در ایران برگزاره. تمام مردم دنیا صداشون در اومده ولی هنرپیشه از ایران آمده ما خانم شهره آقا داشلو به جای که پشتیبان هموطنانش باشه استدلالش اینه که هیچ کس نباید دخالت کنه و این واقعا باعث تأسفه.
سلام دارم خدمت آقای سهراب اخوان و خوشبختیم که در اینجا در خدمتتون هستیم. سوال داشتم از حضورتون در مورد قدرت به عشق و عشق به قدرت. قدرت عشق و عشق به قدرت. شما مثل این که بگین روز یا شب، سفید یا سیاه. عشق به قدرت هیچ کسی رو نمیبینه، هیچ چیز دیگه رو نمیبینه. قدرت عشق میخواد همه چیز رو با همه قسمت کنه. یعنی عشق رو ماها یه مقداری باهاش گرفتاری فرهنگی داریم که معنیش بکنیم. عشق رو میاریم فقط تو رابطه فرد بهش میسنجیم. عشق نور ازلیم هست، ولی این دو جمله ای رو که شما گفتی درست مثل سیاه و سپیده. میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد اینکه قدرت عشق بیشتر هست یا بهتر هست یا عشق به قدرت. عشق به قدرت که از نظر من تقریبا منفیه. قدرت عشق که معجزه انگیزه و میتونه بسیار کارهای زیبا انجام بده، ولی عشق قدرت میتونه در واقع سر به یک جنون بد و بسیار زیاد بزنه. از جنونی کسی که در ایران هستن این عشق قدرت که اینها رو واقعا به همین سادگی جوانهای مردم رو میکشن هر کاری که ما میخوانن. عشقی که به قدرت دارن، قدرت عشق چیز مافوق زیبا و غیر قابل تصور هست. شما به عنوان یک شخص ایرانی آیا دوست دارین که کسی در ایران حکومت بکنه که قدرت عشق داشته باشه نه عشق به قدرت؟ کدومش؟ دقیقاً نه عشق به قدرت، قدرت عشق داشته باشه. با قدرت عشقش هست که میتونه برای مملکتی که اینها داغونش کردن بتونه کاری انجام بده. میتونم بپرسم شما برای قدرت عشق اینجا هست؟ 100%. خیلی متشکرم. مرسی از حضورتون. سلام میکنم خدمت جناب آقای شجره. میخواستم نظر شما رو در مورد قدرت به عشق و عشق به قدرت بپرسم. حالا در مورد قدرت عشق به قدرت که اصلا بی‌معنی است، ولی قدرت عشق همینه که اینجا میبینید. عشق به ایران، عشق به آزادی ایران، عشق برای برقراری دموکراسی، عشق برای حقوق بشر، عشق برای احترام موازین بین المللی و نهایتاً عشق برای ملیت خودمون و برقراری یک حکومت سکولار، یعنی جدای کامل مذهب از دولت. این عشقی است که مردم رو جمع کرده و عشق واقعاً پشتیبانی از این جوانهایی که تو ایران صادقانه دارن امروز خونشون رو به زمین میزن به خاطر آزادی ایران، و ما هم وظیفه میدونیم که به اونا عشق ورزیم و با قدرت تمام پشتیبان برقرار کنیم. میخواستم ببینم این عشق به قدرت چه کاری ممکنه بکنه برای ما؟ عشق به قدرت همیشه مضر جامعه. عشق به قدرت همینی که امروزه شما در ایران میبینید، در کشورهای تروریستی میبینید. در زمانهای گذشته تمام این جنگ‌ها میشد برای عشق به قدرت بود یا عشق به پول. همیشه ویرانی میاره. و اما قدرت عشق همیشه آبادانی ایجاد میکنه. همیشه سلامت ایجاد میکنه و پاکی میاره. سلام سپیده جان، میخواستم ازتون یه سوال بکنم در مورد قدرت عشق و عشق به قدرت. فکر کنم خود جمله ها یه جوری توضیحگر این معنی یا معنی خود کلمه رو بهتون بیشتر میرسونه. کسی باید در ایران حکومت بکنه که اول عشق مردم ایران داشته باشه، بعد عشق ملیت خودش داشته باشه، بعد عشق برای همه دنیا داشته باشه. چون ما بدون دنیا نمیتونیم زندگی بکنیم. امروزه ما جدا از دیگران نمیتونیم زندگی بکنیم. یعنی امروزه زندگی ما فرق کرده. به زمان قدیم نیست که هر کسی در قلعه خودش دیوار بکشه زندگی بکنه. امروز همه با هم هست. ولی در اصل اول عشق به وطن، عشق ملیت، عشق به مردمان خودون سرزمینه و عشق به تمام دنیا. خیلی متشکرم.